به چینل تی سیون پلاس خوش آمدید. بیوگرافی فرهاد دریا، هنرمند محبوب کشور. فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان است که شهرتش نه تنها در داخل کشور بلکه در تمام جهان هنری درخشیده و از مرزها گذشته است. فرهاد دریا در سال 1962 میلادی در گذرگاه کابل زاده شد. او از اوسط دهه 80 میلادی شروع به آوازخوانی نمود. سپس با فامیل خود به کندز رفت و 17 سال در آنجا زندگی کرد. زمانی که در لیسه عالی شیرخان کندز بود، اولین گروه هنری موسیقی را به نام نیستان تأسیس کرد و سپس گروه باران را ایجاد نمود که در این گروه شماری از هنرمندان محبوب مانند وحید صابری، مختار مجید، اسد بدی و دیگران با او بودند. این گروه ابتدا خوب درست نمود و بر سر زبانهای مردم افتاد، اما بعد از مدتی از هم پاشید. دریا در سال 1990 میلادی افغانستان را ترک گفت. ابتدا به جمهوری چک، سپس به جمهوری آلمان رفت و بعد به امریکا و در امریکا هم آرام ننشست و آغاز به کارهای هنری نمود. او بر علاوه امریکا در دیگر کشورهای جهان کنسرت اجرا نموده و مورد استقبال گرم علاقمندانش قرار گرفته. فرهاد دریا به زبانهای فارسی، پشتو، ازبکی، هزارگی، اردو و هندی آواز می‌خواند. اولین آهنگ او یک آهنگ کلاسیک که در سال 1358 خواند. پس از سقوط رژیم طالبان او اولین هنرمند بود که برای اجرای کنسرت به کابل بازگشت. حاصل نخستین سفرش به کابل آلبوم سلام افغانستان بود که مورد توجه علاقمندان آوازش قرار گرفت. فرهاد دریا سفرهای متعددی به کابل داشته و برنامه‌های مختلف هنری از جمله کنسرت کوچه برای کودکان بی سرپرست اجرا کرده و این کارش باعث تشویق او از طرف هنرمندان آلمانی نیز گردیده است. وی بعد از آن آهنگ به نام سلام علیک خان. این آهنگ به چند زبان مختلف جهان اجرا شد و در کابل و دیگر کشورهای جهان از جمله آلمان بیشتر مورد استقبال قرار گرفت. این آهنگ در حقیقت پیوند شرق و غرب بود که فرهاد دریا به آن پرداخت بود. پس از آن وی از سوی ملل متحد به حیث سفیر حسن نیت این سازمان برگزیده شد. فرهاد دریا دهها آهنگ موفق دارد که در افغانستان و بیرون از افغانستان ثبت نموده است. او کنون از جمله بهترین آوازخوانان و آهنگسازان افغانستان به شمار می رود. فرهاد دریا علاوه بر آوازخوانی به اطفال یتیم و بی‌بضاعت نیز کمک می کند و به نام کوچه یک پروژه نیز دارد که بیش از 2000 اطفال یتیم در آنجا تحت آموزش و پرورش وی قرار دارند. آهنگی با مطلع این وطن بی ما وطن کی می شود آهنگی است که در آن از همه افغانها خواسته شده تا به سوی وحدت ملی گام بردارند. فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغانستان و پیتر مفی آوازخوان موسیقی راک آلمان با 12 آوازخوان دیگر از سراسر جهان طرح پروژه‌ای را ارائه کرده اند که موسم به دیدارها یا انکانتر است. هدف از ایجاد این پروژه سفر با موسیقی به نقاط از جهان است که با مشکلات بشر دوستانه در عرصه زندگی اجتماعی روبرو هستند. فرهاد دریا از همان آغاز کار هنریش در طول 3 دهه راه‌ها، شیوه‌ها و ژانرهای گوناگون موسیقی را از راک، یکی از مقام‌های موسیقی کلاسیک هند، به موسیقی راک از یکی سبکه‌های موسیقی غربی را تجربه کرده و در هر مرحله در رسیدن به این هدف به موفقیت‌های دست یافته است.